شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این جلسه از آموزش فارکس. در ادامه جلسات قبلی که ما در مورد مفاهیم مختلف بنیادی در بازار فارکس صحبت کردیم، توی این ویدیو هم من قصد دارم دو شاخص دیگر رو با هم بررسی بکنیم و این دوتا شاخص‌هایی هستند که از شاخص‌های پیشرو یا اثرگذار هستند توی بازار فارکس و باید بدونیم که بعد از انتشار این شاخص‌ها و خبری که در مورد اونها میاد چه تأثیری توی روند قیمتی هر کدوم از جفت ارزها می‌گذاره. شاخصی که می‌خوایم با هم بررسی کنیم شاخصی هست تحت عنوان CCI. این CCI که می‌خوایم بررسی بکنیم با اون CCI که توی تحلیل تکنیکال هست کاملاً فرق می‌کنه. اون CCI کلاً مال مباحث تکنیکالی هست، اما این CCI در مورد مفاهیم بنیادی و اقتصادی هست. CCI رو از واژه Consumer Confidence Index گرفتن و این رو میتونیم یه جورایی ترجمه کنیم ضریب اطمینان مصرف کننده. خب ضریب consumer میشه مصرف کننده، اینم که ضریب اطمینانش هست. حالا ضریب اطمینان مصرف کننده چی هست؟ دوستان، یه سازمان کاملا مستقلی هست توی ایالات متحده آمریکا و این سازمان میاد به طور رندوم تصادفی 5000 خانوار رو توی شرایط اجتماعی و اقتصادی مختلف، یعنی از طبقات مختلف اجتماعی، این 5000 خانوار رو انتخاب میکنه و ازشون یک نظرسنجی میکنه. توی این نظرسنجی سوالات مختلفی ازشون پرسیده میشه، مثلا در مورد شرایط کسب و کارشون، در مورد وضعیت استخدام خانوار و در مورد درآمد خانوار نظرسنجی میشه. در نهایت یک سری داده هایی جمع‌آوری میکنن از این نظرسنجی و اون رو تحت عنوان Consumer Confidence Index یا ضریب اطمینان مصرف کننده ارائه میدن. این ضریب اطمینان مصرف کننده در واقع یک شاخصی هست که میزان، من اینطوری براتون توضیح دادم که بدونید از کجا میاد، این شاخص میاد میزان اعتماد یا اطمینان مصرف کننده رو به شرایط اقتصادی جامعه نشون میده. پس میزان اطمینان مصرف کننده به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه چی نشون میده؟ CCI یا Consumer Confidence Index. خب یعنی اینکه آقا جون، هر فرد نسبت به پایدار بودن درآمدهای خودش در آینده چقدر اطمینان حاصل کرده؟ و این نظرسنجی که از این 5000 خانوار میشه، سالهایی رو توی یک چشمانداز 6 ماهه ازشون میپرسن، یعنی ببینن اینا تا 6 ماه آینده نظرشون چی هست در مورد وضعیت کسب و کار و درآمدشون. خب نکته ای که هست اینه که اگر این میزان CCI رشد بکنه، یعنی مثبت اعلام بشه، و چندین بار من گفتم وقتی مثبت اعلام میشه یعنی میزان اکشوال از میزان فورکست بیشتر شده. خب وقتی این اتفاق میفته قطعا یک اتفاق خوشایندی هست برای ارز اون کشور و همین یک عامل مثبت و مستعدی برای توسعه اقتصاد ملی یک کشور. بنابراین اگر CCI مثبت اعلام بشه، ما افزایش نرخ ارز اون کشور رو به دنبال داریم. پس CCI مثبت افزایش نرخ ارز یک کشور رو بهمون نشون میده. خب برگردیم توی فضای فارکس فکتوری، یکی از سایت هایی که با هم در موردش صحبت کردیم.
توی سایت فارکس فکتوری من توی ماه گذشته یه خبر در مورد کنسیومر کانفیدنس یا همون ضریب اطمینان مصرف کننده براتون پیدا کردم. میخوایم با هم بریم ببینیم و تأثیر این خبر رو روی بازار به چه صورتی هست. اینجا نگاه کنید، CB کنسیومر کانفیدنس ایندکسش رو نذاشته. حالا خیلی ما در بند یک شاخص نیستیم و CB از کانفرنس بورد گرفته شده و نگاه کنید توی تاریخ تیوزدی 27 جولای، سه‌شنبه 27 جولای، مقدار قابل پیشبینیشون 123.9 بوده، مقدار ماه قبلی یا پریویسشون 128.9 بوده و اکشوال یا مقداری که برای این ماه به دست آوردن 129.1 بوده. توجه کنید که این مقدار اکشوال هم از فورکست بیشتر شده و هم از پریویس یا دیتای ماه قبل بیشتر شده. توی همین تاریخ بریم روی شاخص دلار و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. گفتیم اگر CCI یا ضریب اطمینان مصرف کننده مثبت بشه، انتظار افزایش نرخ ارز رو داریم. این خطچین قرمز رو نگاه کنید، اینجا توی تاریخ 28م 27م این 25م اینم 28م، یعنی تقریبا بین اینها. مهم نیست، مهم این تیکهیه که من میخوام بهتون نشون بدم. همین بازار رو در نظر بگیرید، از بعد از اون هم تا اینجا رشد داشتیم و هم تا اینجا، یعنی ما میتونستیم این رو ازش پیش بینی کنیم. البته این شاخص دلاره، ما میریم مثلا روی USD CAD نگاه میکنیم. توی USD CAD توی تایم فریم 4 ساعته، اجازه بدید من برم روی 1 ساعته و تغییراتش رو بیشتر ببینید. این خطچین قرمز رنگ همون تاریخ 27 جولای هست، یعنی همون تاریخی که ضریب اطمینان مصرف کننده اعلام شده. همونطور که میبینید بعد از اعلام این ضریب یک مقداری بازار مثبت شده. درسته که این مقدار زیاد نیست، ولی ما میتونستیم این رو حدس بزنیم و بعدش هم که بازار روندی که باید طی می‌کرده رو طی کرده. از اینها میتونیم، از این شاخص ها میتونیم برای بالا پایین شدن نمودارها استفاده کنیم. خب برگردیم به فضای پاورپوینتمون و ادامه شاخص ها رو براتون توضیح بدم. در مورد شاخص CCI یا ضریب اطمینان مصرف کننده صحبت کردیم. یه شاخص دیگه هم داریم و میخوام توی این ویدیو در ادامه به این شاخص بپردازم. این شاخص Consumer Credit Index هست و همونطور که میبینید این همچنان همون CCI و با اون CCI قبلی و با اون CCI که شما توی تحلیل تکنیکال میشناسید فرق میکنه. این CCI رو ممکنه مثلا ایندکسش رو توی سایت هایی که میبینید نزنن، فقط CC ببینید، ولی این کنسیومر کردیته، اون کنسیومر کانفیدنس بود، این کردیته. و من از قصد این عکس رو براتون آوردم تا براتون بتونم تفاوت این دوتا رو توضیح بدم. کنسیومر کردیت ایندکس در واقع شاخص اعتبار مصرف کننده است و بذارید برای اینکه بهتر براتون جا بیفته این رو ترجمه کنیم شاخص بدهی مصرف کننده. چون اگر شاخص کردیت به معنای اعتبار هست، ولی اگر بگیم اعتبار ممکنه با اون CCI قبلی اشتباه بگیردش و اینجا با اسم بدهی، شاخص بدهی مصرف کننده من ازش یاد میکنم. خب شاخص بدهی مصرف کننده چیه؟ من این کارتای کردیت کارت همون کارتای اعتباری هم. اینا رو از قصد براتون آوردم که این براتون توی ذهنتون جا بمونه که وقتی میگیم کردیت یعنی بدهی و کارت بدهی بیاد جلوی نظرتون. در واقع این شاخص میاد و مقدار بدهی هر شهروند آمریکایی رو محاسبه میکنه.
هر شهروندی چقدر بدهی داره؟ چون میدونید که اونا یه سری کارت هایی دارن تحت عنوان کردیت کارت و این کارت های اعتباری یا کارت های بدهی مقداری پول توشونه، میتونن برن اینا رو خرج کنن و بعد از مثلا چند ماه برن پولی که حالا خرج کردن رو بپردازن. این میشه مقدار بدهی و همینطور مقدار وامی که هر مصرف کننده میگیره. پس شاخص بدهی مصرف کننده میزان وام ها و بدهی های این کارت های اعتباری رو برای هر شهروند آمریکایی محاسبه میکنه و اون رو توی این شاخص لحاظ میکنه. و خب مثل همیشه هر موقع که این CCI یعنی این شاخص بدهی مصرف کننده مثبت باشه و این مثبت بودنه یعنی مقدار اکشوال بیشتر از مقدار فورکست باشه، اتفاقی که میفته اینه که ما اگر مثلا داریم برای دلار آمریکایی رو بررسی میکنیم، انتظار رشد DXY یا شاخص دلار آمریکا رو داریم و انتظار مثلا افت طلا رو، طلای جهانی رو داریم، چون اینا با هم کورلیشن منفی دارن، منفی 99 دارن. بریم توی سایت فارکس فکتوری و من از توی سایت فارکس فکتوری بهتون نشون بدم. خب اینجا ما یه چیزی داریم تحت عنوان consumer credit. گفتم گاهی وقتا ممکنه که ایندکسش رو برای شما نمایش نده و خب نگاه کنید، این همون شاخص بدهی مصرف کننده هست که ماهیانه MM یا ماهیانه اعلام میشه. مقدار اکشوال رو نگاه کنید، 18.6 بی مخفف میلیارد هست و از فورکست که مقدار پیشبینی هست کمتره و با مقدار پریویس یعنی مقدار ماه قبلی با هم برابر هستن. وقتی که اکشوال از فورکست کمتر باشه یعنی این شاخص بدهی مصرف کننده افت داشته و وقتی که افت داره یعنی چه تأثیری روی شاخص دلار میذاره؟ خب قطعا افت شاخص دلار رو ما باید داشته باشیم. نگاه کنم اول ببینم که تاریخش چند بوده. تاریخ 7 جون. خب در تاریخ 7 جون بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. این تأثیرش خیلی زیاد نبوده. همونطور که میبینید فقط این توی شاخص DXY یا دلار هست. توی 7 جون یک کندل قرمز داریم و بعدش یکم درجه زده و یک رشد داشتیم. بریم و ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. توی USDCAD دلار آمریکا به دلار کانادا اینجا 7 جونه. بعد از اعلامش ما یک ریزش یا میتونیم بگیم یه ریزش خیلی کوتاه مدت در حد چند کندل داشتیم. این تایم فریم 1 ساعته هست. ما یه ریزش خیلی کمی رو اینجا داشتیم. میبینید که تأثیرش آنچنان زیاد نبوده. یه تأثیر کوتاه مدت داشته و بعد نمودار روندی که باید طی می‌کرده رو طی کرده. اینم از در واقع شاخص اعتبار مصرف کننده یا شاخص بدهی مصرف کننده. من هر دو تا شاخص CCI رو براتون یک جا آوردم که بتونید تفاوت بین اینها رو خیلی راحت تشخیص بدید. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.